درسی امروزه ما درباره گیامتری می باشد. یک درس گیامتری گذاریم و درس اولین و این درسی کنچ ها درباره کنچ ها امروز می بینیم نمودهای کنچ ها و چه باید سوال کنیم درباره نمودهای کنچ ها سر کنیم. یکم اول این کنچ است، کنچ های خودی کنچی است، دو خط راستی که اینجا دیده است، خط راستی که یک نقطه بروشی امید دارم و این ها کنچ این کنج می باشد. کنج ها رو چه نشان می ده؟ در رسم دیده می تونه با حرف ها اشاره کرده می تونه اشارتی کنج می مونه در اینجا حرفی A, O, B یعنی سه نقطه ای که یه استفاده می باریم A, O, B یا اینکه برعکس از دیگر طرف سر کرده می تونه کنجی B, O, A گفته می تونه یا اینکه باید خودی نقطه ای که کلای بوریش نقطه بوریش داره کنجی او یا اینکه در بسیار جهو دیده میتونیم با حرف و یونانی هم اشاره کرده میشد کنجی اشاره کرده مثلا یک الفا مونم کنجی الفا افته میتونیم یعنی این مچخه کنجی نوم مونده میتونیم با حرف و با حرف یونانی دوام کنیم. کنج رو با چه میکنیم؟ البته ترانسپورتر با ترانسپورتر ما کنج رو چه میکنیم؟ ویدی کنج است درجه یا اینکه گرادوس میگیم مثلا در اینجا مثال آورده گیم کنج ا دا گرادوس میباشد چه خیلیشون دا گرادوس میگیم بعد در دویم هم بینیم سی گرادوس در اینجا هم کنج س 90 گرادوس میباشد. نمودهای کنج رو بینیم. نمودهای کنج از روی چند درجه بدونشون چند گرادوس بدونشون به گروه ها تقسیم میشون. گروه یک گروه رو بینیم این گروهی که اینو ما کنج های تیز میگویم کنج های تیز کنج که مثلا یک کنج رو اگر بین 90 گرادوس و 0 گرادوس باشد این ها رو ما کنج تیز میگویم کنج های تیز یعنی اگر کنجش ما بین 90 گرادوس باشد و ایفو کنج های تیز می باشد مثلا در اینجا گفتگیم 25 گرادوس 45 گرادوس و 80 گرادوس. دویم نمودی کنج رو بیم اگر کنجش ما بین 90 و 180 گرادوس باشد در اینجا نویسیم اگر کنجش ما x کفته اگر بویم 180 گرادوس و 90 گرادوس باشد این های کنج های کند میگویم. در اینجا مثال آورده شده گیان مثلا 91 گرادوس 120 گرادوس 165 گرادوس همه کنج هایی که بین 90 و 180 گرادوس اگر باشند و ایفا کنچ های کنده باشند و بعد یک چند کنچ های مخصوص هستند. سیم گیم اگر کنجش ما اگر همیخه ایشار داشته باشد کوادرات و نقطه داشته باشد این های اینو این 90 گرادوس می باشد و این ها کنچ های راست کنچ های راست می باشد. بعد چورم اگر کنجش ما نیم دویره گویم یعنی 180 گرادوس اگر باشه این کنجی کشد اگر آخرون یعنی اگر 360 گرادوس باشه یعنی یک دویره پوره بعد این کنجی پوره باشه. این نمودی کنجی یعنی باید بار تکرار کنجی تیز کنجی کند کنجی راست اگر 90 گرادوس شد و پوره. یک مثال از نامی کنچ ها رویم نامی کنچ ها رویم مثلا A کدام کنج می باشد چه که می بینید 180 گرادوس این کنجی کشد این کنجی کشد 360 گرادوس این کنجی البته پر کنجی C 125 یعنی این بین 90 و 180 کنجی کند. در اینجا میبینیم کوادرات نقطه این کنجی راست یعنی 90 گرادوس میباشد اینجا میبینیم 35 گرادوس این کنجی تیز
یک مثال بود درباره نمود کنج ها. بعد باز دو نمود کنج هست در اینجا، کنج های همسایه میگویند، یعنی دو کنج که یک خط عمومی داشته باشند، کنج های همسایه، یعنی دو کنج مثلا گیریم که کنج های همسایه بعد اینجا اساسی در اینجا است، دو خطی که دیگر رو میبرند، کنچوی ورتیکالی با وجود میبرند در اینجا، این کنچوی ورتیکالی است، یعنی کنجی یک برابری در اینجا معلوم نیست، کنجی یک برابری با کنجی دو، کنجی سه برابر باز کنجی چهار. اینا کنچوی ورتیکالی میبرند، برای چی برابرند؟ سببش بینیم برای چی برابر بودنشون. از اینجا اگر بینیم، ما کنجی کشول گفته بودیم، مثلا کنجی یک و چهار، جمعی کنجی و یک و چهار بینیم، کنجی یک جمعی کنجی چهار و چند برابر است؟ 180 گرادوس، چون که این کنجی کشول می باشد. کنجی دو و چهار هم و 180 گرادوس برابر می باشد، چون که این هم کنجی شود هستند. از اینجا بینین کنجی چور در هر دوش هست، در این دوی فوده 180 گرادوس برابرن، کنجی چور در هر دوی فوده هست، اینجا چی معلوم میشد؟ کنجی یک و کنجی دو برابر می باشد. در باری کنجی سه و چور هم و از سبب امین هم و از سبب کنجی کشود بودنشان، یعنی کنجی یک و سه، کنجی سه و دو، سه یک دو نشون میده، یک کنجی سه و چهارم همه خیلی مون نشون داده میتونه، یعنی کنجی یک و دو گفتم یک برابرن، اینجا گفتم میتونم که کنجی سه و چهارم برابر میباشن. از خلاصه برآوردم، از این کنجی یک و دو گفتم کنجی سه و چهار خلاصه برآورده میتونه. یک چند مثال کار کنیم. مثلا بینید شکل یک داده شده است، در اینجا کنجی راست است و کنجی راست و دو کنجی همسایه تقسیم کرده شده است، دو ایکس و ایکس، و ایکس رو البته که باید یافته شود. این کنجی راست بود، کنجی راست ما میدونیم این 90 گرادوس برابر است، یعنی دو کنجی همسایه، یعنی دو ایکس جمع ایکس باید به 90 گرادوس برابر باشند. از اینجا مدل ساده که است، سه ایکس برابر 90 گرادوس است و ایکس برابر 30 گرادوس می باشد. دوی مثال هم بینیم، یعنی باز کنجی راست است و دو کنجی همسایه تقسیم شده گیه و افاده کمتر مرکبتر، یعنی با منطق یخن می باشد برای کار کنید، دو ایکس جمع ده جمع سه ایکس جمع سی باید برابر 90 گرادوس باشد. از اینجا اگر ما این مدل کار کنیم، ساده کنیم، اگر 5 ایکس می شود جمع 40، یعنی 40 گرادوس برابر 90 گرادوس می باشد. از اینجا 5 ایکس 40 گرادوس اگر این طرف بینیم و ترک کنیم به 50 گرادوس برابر می شود، ایکس از اینجا به 10 گرادوس برابر می باشد. آخران در اینجا آخرین مثال در باری کنجی کشود است، در باری کنجی کشود کار کنیم. بینید با دو کنجی همسایه تقسیم شده است کنجی کشود، یعنی باز هم 4x با 2x اگر جمع کرده شد با 180 گرادوس برابر می شود. از اینجا اگر مدل کار کنیم، 6x با 180 گرادوس برابر است و x با 30 گرادوس برابر می باشد. این مثال A بود. و مثال B گذاریم، اینجا هم باز کنجی کشود، کنجی همسایه 2x جمع 60 جمع 3x جمع 50 و 180 گرادوس برابر است. از اینجا اگر باز ساده کنیم، 5x جمع 110 گرادوس با 180 گرادوس، باز این مدل اگر کار کنیم، 110 گرادوس رو به طرفی راست گیریم به 70 گرادوس برابر میشد و x به 14 گرادوس برابر می شود. این بود مثال ها در باره کنج ها که درسی یکمی گیومتری.